فرقی نمی کند در افغانستان حاکم شاه پشتون باشد یا دموکرات و جمهوری خواه پشتون باشد و یا طالب پشتون، به هر حال هزاره کشته می شود. چرا هزاره کشته می شود؟ هزاره قلم به دست گرفت، هزاره نوشت، هزاره ساخت، هزاره آباد کرد، اما باید کشته شد. چرا؟ ببینید، متاسفانه در وطن ما قوم پرستی به شدت وجود داره. این شاید گپای ما بعضی ها را چون حقیقت است ناراحت کنه، اعصابشان را خراب کنه، ولی واقعیت است. هزاره ها را در افغانستان میگن شما مهاجر هستید، شما از مغول ها هستید، چنگیز خان و از این گپا. من یک سوال دارم، چنگیز خان 800 سال پیش بود، اما هزاره ها بیش از 2000 سال تمدن و تاریخ در افغانستان داره، چطور هزاره ها رو مربوط مغول ها میدانید؟ یک سوال دیگه دارم، وقتی میگید هزاره ها مغول هستن، هزاره ها بربر هستن، وحشی هستن، هزاره که قلم به دست گرفته، هزاره که انتحاری نمی کنه، هزاره که کاری در کار کس نداره، اما نسل کشیشان میکنن، در مکتب انتحاریشان میکنن، در زایشگاه اطفالشان رو میکشن. این دلیلش چیست؟ اگر هزاره ها بربر وحشی هستن، چرا انتحاری رو کسای دیگه میکنن؟ چرا وحشیگری رو کسای دیگه میکنن؟ واقعیت تلخ است، نه؟ شاید آزرده شوید، اما واقعیت است. وحشی کسای دیگر است. عبدالرحمن خان نسل کشی هزاره ها را آغاز کرد. سالها پادشاهان پشتون هزاره ها را به عنوان برده خرید و فروش میکردن. سالها در افغانستان هزاره ها را مهاجر خواندن و میگفتن جایتون در گورستان است. چرا این حجم از نفرت علیه هزاره ها وجود داره؟ در کدام کتاب تاریخ هم ننوشته که هزاره ها کدام کاری کرده باشن علیه کسی دیگه. نمیدونم این گپ ها از کجا خسته و این دلایل احمقانه از کجا آمده، اما انسان از هر قومی که باشه انسان است، از هر مذهبی که باشه انسان است. نمیفهمم چرا در وطن ما مسلمانیت به قومیت است، قومیت مطرح میکنه که تو افغان باشی. خودتان میدونید در افغانستان هزاره ها رو نمیگن افغان، میگه تو افغان نیستی، تو هزاره هستی. افغان کی است؟ کسی که پشتون باشه. یعنی چی؟ یعنی که کسی که پشتون باشه به معنای واقعی افغان است. هرچند هزاره ها میگم چی دل خوشی ندارن که افغان باشن، اما خب در همون ملک زندگی میکنن. خیر است، این روزها میگذرد، اما تاریخ می نویسد که چه کسانی ظالم بودند و چه کارهای بدی را انجام دادند، و این لکه ننگش برای همه آدم ها می مانه. این لکه ننگ برای نسل آینده تان نمانید. کاری که عبدالرحمن خان کرد امروز خیلی از وطندارای ما میگن نه او از ما نیسته، اما در وقتش که برسه میگه کاری نکنید که همو کار عبدالرحمن خان در سرتان دوباره تکرار کنید، تهدید میکنن. واقعیت هست دیگه، میگن واقعیت همی است. امیدوار هستم که این جهل و نادانی از وطن ما گم بشه، یکم قلم به دست بگیرن مثل هزاره ها، یکم مدنیت را یاد بگیرن و از طریق علم و دانش وطنمان را آباد کنیم، نه از طریق انتحاری. خداوند حافظ و نگهدار تمام انسانهای بیگناه باشه. امیدوار هستم که انسانهای بیگناهی که تومه نفرت قومی و مذهبی میشن از چنگی افراد ظالم در امان باشن.